هموطنان ارجمند، بینندگان عزیز سلام. 13 رجب سال روز میلاد حضرت علی علیه السلامه، کسی که برای بشریت پیشوای تاریخی عدالت‌جویی و آزادی خواهی بود و برای مجاهدان و پویندگان راه آزادی و آیین توحید شاخص اسلام حقیقی و راستین بوده و هست و خواهد بود. این مناسبت فرخنده به خصوص در چنین ایامی شایان بسی تبریک و شادباش است. شادباش و تبریک به همه آزادی خواهان، همه مجاهدان و تمامی کوشندگان برای برپایی جامعه‌ای مبتنی بر عدل و انسانیت. با ما همراه باشید در ویژه برنامه‌ای که به همین مناسبت تقدیم حضورتون می‌کنیم. سالگرد میلاد علی علیه السلام رو در شرایط و زمانی جشن میگیریم که بیش از هر زمان دیگه موضوع عدالت، موضوع آزادی انسان، موضوع تعریف انسان و لزوم حفظ کرامت او در جهان مطرح است. که اینها همون حقایق و ارزش‌هایی هستند که علی علیه السلام بیش از هر چیز بر اونها تاکید داشت و برای تحققشون می‌جنگید. بله، کرامت انسان، پاسداشت حقوق انسان و بیرون کشیدن اون از چنگال ظالم و دفاع از ملت‌های مظلوم. و از اونجا که در زمانه ما به خصوص در همین سالها و همین روزها قیام‌هایی برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم در جریان هست، نیاز به علی، نیاز به پیگیری پیام علی، طرح اون و بحث راجع به اون بیش از هر زمان دیگه حس میشه و سال روز میلاد او فرصتی است تا کمی از علی، این شاخص اسلام انقلابی، بگیم. وقت نماز و هر اذان، نای من و نوای تو میبردم به آسمان، یاد تو هوای تو، یاد تو هوای تو. علی 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 علی، حال من و هوای تو، حال من و هوای تو. کوچه به کوچه می کشد این دل زخم دیده را، پای برهنه و دوان جذبه دل رو بای تو. ای تو طبیب خستگان، یاور دل شکستگان، دست من و دعای تو، درد من و دوای تو، درد من و دوای تو. وقت نماز و هر اذان، نای من و نوای تو میبردم به آسمان، یاد تو هوای تو، یاد تو هوای تو.
پیش تو خاک می شود جمله فقیر و اغنیا. خاکی بیریای من شاه گدا گدای تو، شاه گدا گدای تو. در عجب است بیگمان از تو علی خدای تو، دست من و دای تو، درد من و دوای تو، درد من و دوای تو. وقت نماز و هر اذان نای من و نوای تو، میبردم به آسمان یاد تو و هوای تو، یاد تو و هوای تو. گفتیم که فردا عید میلاد حضرت علی علیه السلام هست و از اونجا که در زمانه ما هم موج قیام ها برای کسب حقوق به یغما رفته ملت های مظلوم به پاست، پس بنابراین بیش از هر زمان دیگه باید از علی علیه السلام بگیم. اما یک ضرورت دیگه هم وجود داره و اون هم ضرورت شناخت آیین حقیقی اسلام از طریق شناخت حضرت علی هست. به چه دلیل؟ به دلیل حاکمیت یک رژیم ارتجاعی و ضد بشری به نام اسلام بر میهن ما، به دلیل اینکه بیش از 30 ساله که یک حاکمیت استبدادی خونریز از اسم اسلام، از اسم پیامبر و از اسم پیشوایان توحید سوء استفاده میکنه و پلیدترین حاکمیت طول تاریخ، یعنی ولایت مطلقه صفیهانی مثل خمینی و خامنه ای رو به اسم حکومت اسلامی بر ایران مسلط کرده. برای درک مفهوم این سوء استفاده و قلب کردن و تحریف بزرگ فقط به چند جمله گوش کنید. در حاکمیت اسلامی هماهنگ کننده و سیاستگزار اصلی نظام طبق قانون اساسی ولی فقیه است و تخلف از فرمان او نیز در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان محسوب می شود. این تنها یکی از نمونه های گفته ها و تصریحات آخوندهای پلید نظام ولایت صفیه. همونطور که شنیدین، تخلف از حکم یک آخونده خونریز و جانی و غارتگر، تخلف از فرمان خدا تعریف شده. البته نمونه های دیگه هم از این قبیل دجالگری ها هست که میذاریم برای فردا. اما با همین یکی هم میشه متوجه شد که به چه دلیل میگیم به علی نیاز هست و به چه دلیل برای شناخت اسلام راستین، برای شناخت عمق و ابعاد خیانت و جنایت خمینی و دار و دسته دجالش نسبت به مردم و نسبت به خود اسلام، باید به سیمای علی نگاه کرد. در پرتو شناخت علی علیه السلام نه تنها دجال ها رو میشناسیم، نه تنها تاریکی های جهل و جنایت خمینی رو میشناسیم و نه تنها اسلام حقیقی رو میشناسیم، بلکه در پرتو نور راهگشا و روشنگر کلام و روش ها و دیدگاه های او، خشم و خروش های او و سوز دل های او برای محرومان، یک چیز دیگر رو هم خواهیم شناخت. مجاهدان راهش رو که با پیام او به راه افتادند تا از محرومان میهن دفاع کنند، همونها که به پیروی از علی
به دفاع از انسان و مبارزه با ظلم برخواستند. همونها که بهای پیروی از علی و دفاع از آرمانهای علی رو پای چوبه های تیربارون پرداختند. همونها که بی سپر و بی سلاح به جنگ زرهی و دشمنان تا دندان مسلح شتافتند. بله، پیروان حقیقی علی رو هم زمانی میتونیم بشناسیم که به زندگی علی و سخنان و مواضعش خوب نگاه کنیم. پس حال که پی بردیم علی مشعل شناخت ما، چراغ، روشنایی بخش، افشا کننده و زداینده تاریکی های جهل و دجالیت هست، به او رو بیاوریم در شب میلادش. به همین خاطر در برنامه امشب و فردای سیمای آزادی، در شادی جشن میلاد اون پیشوای بزرگ توحید، به برخی روش ها، گفته ها و مواضع و اعتقادات علی علیه السلام هم خواهیم پرداخت. علی علیه السلام بعد از آنکه تا 6 سالگی در خانه پدر و مادرش بزرگ شد، به دنبال یک خوشسالی و قحطی، پدرش ابو طالب دچار تنگ دستی شده و به سختی قادر به اداره و تأمین معاش خانواده و فرزندانش بود و این باعث شد که حضرت محمد به سران هاشمی پیشنهاد کند که هر کس یکی از فرزندان عموی بزرگشان را به فرزند خواندگی بگیرند و حضرت محمد هم سرپرستی علی را به عهده گرفت. شاید که تاریخ اینطور می‌خواست که علی از کودکی در سایه محمد بزرگ شود تا آن پیشوایی که باید برای همیشه شاخص راستین آیین اسلام باشد، در پرتو نور محمد قد بکشد و از پاکی‌های او بنوشد و روش کند. بله، علی از نوجوانی مردیست با محکمترین ایمانها برای دفاع از حقیقت محمد. شب تاریک ستم بر سر شهر افتاده است، ما به میلاد سحر محتاجیم، باید از صبح و سحر گفت و شنید. تیرگی ها همه جا بر دل و جان هاست، ببین نفرت از خانه جلاد پلید به دل کوچه و میدان پاشید. چشم ها محتاجند، تو ز خورشید بگو، تو ز میلاد یکی مهر بگو، بهر من ای همراه من. شهر محتاج چراغی است پر از فرداها و علی بیشک آن خورشید است. بله هموطنان عزیز، علی بیشک آن خورشیدی است که با شناختش میتوان انسان، عدالت، کرامت انسان و وظیفه بشر را هم شناخت. البته در مورد حضرت علی خیلی بیشتر از این گفتند و خیلی بیشتر از این میشه گفت. اونها که علی رو بیشتر شناختند و بیشتر فهمیدند، یک جمله گفتند که همه چیزه. اونها گفتند با شناخت علی نه تنها همه ی حقیقت رو، بلکه خدا رو هم خواهیم شناخت. تا برنامه ویژمون که فردا تقدیمتون میکنیم و از این خورشید بی تردید صحبت خواهیم کرد، با یاد علی و با شادی میلادش، خدا نگهدار شما. وقت نماز و هر اذان لای من و نوای تو، میبردم به آسمان یاد تو و هوای تو.
خروس خان. او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه. شعله با مهدر کشاکش، آسمان آتش به جانست. او مگر از عاشقانست؟ گفتم ای یار سرمست، این شب دیگر نپاید آسمان آین سانست. آفتاب خیزانست، آفتاب خیزانست. در شد شب ده مستان نیمه شب را، رندان تشن لب را، بار دیگر به فریاد در کوچه ها صدا. سنگ دشکن بار دیگر گشادی دروازه های شب را، رو بر سپید وا کن، رو بر سپید وا کن. صبح آمده است برخیز، وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن. بیداری زمان را با من بخوان به فریاد، گر مرد خواب و خفتی رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها. صبح آمده است برخیز، صبح آمده است برخیز، صبح آمده است.